خب یک افکت جدیدی اومده به نام مورف کات. ببینید یه ویدیو براتون انتخاب کردم، میخوام اینو درس بدم بهتون. چیز جالبیه. خیلی موقع پیش میاد که ما میخوایم یه بخشی از صحبت یه نفر رو ببریم یا تصویر یه نفر رو کات کنیم. خب چیکار میکنیم؟ میریم توی اون نقطه وامیستیم، اریزر رو برمیداریم و کات میکنیم، بعد بازی قسمت دیگر رو کات میکنیم و دیلیت میکنیم و این دوتا رو برمی چسبیم. مورف آوت کارش اینه که خودش رو تصویر یا آنالیزی میکنه و یه جوری اینا رو هم دیگه ادغام میکنه که شما هرگز با چشم معمولی نمیفهمید موقع دیدن ویدیو که اینجا برشی انجام شده. واو، به میگن مورف آوت. مثلا اگر من اینجا بیستم و با ریزر اینجا رو، یا با ریزر بهتره بگم، کات بکنم، همینطور اینجا رو اگر کات بکنم، خب فقط صداست که حالا یه مقداری باید خودتون با گوشتون تنظیمش کنید، ولی اینجا دیلیت شد. میدونید که کیو رو اگه بزنید هر جا وایسید به کات قبل از خودش رو دیلیت میکنه. خب ببینید اینجا برای صدا من فقط یه حالت مورف میذارم، اما در مورد این یکی الان دوتا الان خواهش من فوکوس کنید رو قسمت ویدیو رو فقط. ببینید من شوی دانشجوام گفتم قدرت یک آدم ادیتور به این کار هاست، نه جلوه‌ای ویژه که هر جنگولکی انجام میده، قدرت به این ریزکاری هاست. در فیلم های درست حسابی تو ادیتش که ما اصلا افتر افکت و سوسولوازی نداریم. خب بریم در لیست افکت ها. افکت توی قسمت دیزالو، بله، مورف اوت، یا این بالا میتونید بنویسید مورف، خودش میاره اینو، بگیرید بکشید بندازید بین این دوتا. ببینید یه همچین چیزی قرار میگیره و شروع میکنه به آنالیز. برای همین اینجا قرمز رنگه، روی خطکش اینجا قرمزه، باید بشه زرد. به این که بستگی داره به کامپیوترتون، به قدرت سی پی یو و کارت گرافیکتون چقدر طول بکشه تا این پروسسش تموم شه زرد شه. حالا دوتا کار میشه کرد، یکی اینکه میتونید خودتون برید در رندر این اوت و بزنید تا اینجا رندر شه خودش زردش کنه، اینجوری سریع‌تره تا اینکه صبر بخواید بکنید. حالا اگر پلی بکنیم خودش آنالیز کرده بک‌گراند رو، این آدم رو، و یه جوری اینا رو به هم میچسبونه، شما اصلا نمیبینی کات شده. میتونیدم بگیرید اینو کوچیکش کنید، اگر کوچیکش کنید محدوده اثرش رو کمتر میکنه، بازم بهتر میشه. راهی ندارید جز اینکه با این ببینید الان نوش آنالیز داره میکنه، باید صبر کنیم. اینجور موقع که مینویسه آنالیز شما میتونید اینتر بزنید تا رندر شه، دکمه اینتر. خب این از این زیبایی تونست. یکی دیگه درست کنم براتون، مثلا در اینجا گوش کنید به صدای طرف و بعد بر اون اساس حرکت. مثلا اینجا یک ریزور بزنم کات کنم، اینجا برم جلو و حرف کیو رو بزنم، خودش از جایی که ریزور زدم تا همینجا دیلیت میکنه و کلیپ رو میکشه عقب. ببینید تا کیو بزنید این میچسبه الان عقب، این قسمت از بین میره. ببینید کیو زدم یه تیکه از بین. خب دوباره مورف رو بیاریم بندازیم اینجا و باید صبر کنیم آنالیز شه یا رندر کنیم خودمون دستی، که اگر رندر کنید رنگش روی پنجره روی خطکش زرد میشه تقریبا. ببینید الان اصلا دیگه شما تشخیص نمیدید که اینجا کات شده. این مورف اوت اسمش. و یک کار جالبی که تو مورف اوت میشه کرد، میشه در واقع این قسمت رو گفت به کدوم سمت بیشتر مورف کنه. این مورف رو میتونید هم کوچیک کنید هم بگید مثلا به چپ برو یا به راست برو. این کوچیک و بزرگ کردن خیلی روش اثر میذاره، روی اینکه کیفیت چطور شه. چاره جز این نیست، یعنی هیچ تنظیم
دیگری نداره. الان اینجا رو بیارید این طرف تر، بیشتر عملیات مرور روی کلیپ قبلی و کمتر رو کلیپ بعدی، همینطوری برعکس. این تنها راهیه که شما میتونید با این افکت خروجی متفاوت بگیرید و خیلی خیلی برای سانسور کردن خوبه. کسی که میخوان سانسور کنن مو نزنه، اگرچه که در سانسور عملا برای اینکه توهین نشه به فرد، قبلا درس دادم، یک مت سفید میذارن که نشون بده اینجا کات شده و بیننده بفهمه. خب اینو میذارم روی یوتیوب آپارات، روی فیسبوک هم بیاید سعید طوفانی. تا ویدیو بعد، خدافظ.